همکارم فرزانه بسپور اینجا در استودیو همراه ماست. فرزانه، برامون بیشتر بگو چه گزارش ها و چه مقالاتی رو برامون در نظر گرفتی؟ بله، من در روزنامه ها که نگاه می کردم پیگیر این بودم که ببینم آیا گزارشی در مورد حوادث و رخدادهایی که در شهرهای کردنشین اتفاق داره می افته هست یا نه، ولی متاسفانه علارغم گزارش های تلخ و نگران کننده ای که از پیرانشهر، جوانرود، بوکان و در واقع مهاباد به گوش میرسه و ویدیوهاش هم منتشر شده در رسانه‌های داخلی و روزنامه‌های کشور، گزارش مؤثری ندیدم و نخوندم. اما اون چیزی که روزنامه‌ها خیلی امروز بهش پرداختن به فوتبال اختصاص داشت، مسائل مرتبط با فوتبال و حواشی که فوتبال دیروز داشت، بازی حساس جام جهانی، اولین بازی تیم فنلی فوتبال بود با انگلیس که 6-2 شکست سنگینی خورد و خب به نظر می رسید که فشار روحی و روانی که بر بازیکنان بود و به اضافه ارنج اشتباه و ترکیب بد کیروش مربی تیم باعث شد که چنین نتیجه رقم بخوره و سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران محسوب بشه. اما روزنامه کیهان نخواسته این شکست رو بپذیره و باز ازش دستاوردسازی کرده. به همون شیوه همیشگیش کیهان اومده تیتری رو انتخاب کرده که بیانگر همون فرافکنی و توهم ذاتی این روزنامه است. اومده نوشته ایران 2 و انگلیس و آل سعود و اسرائیل و وطن‌فروشان داخلی خارجی 6. در واقع میخواسته از همین فضا هم دستاوردسازی کنه و فکر کنه بگه که مثلا ما این در واقع تیم تنها بوده در مقابل بقیه. اما حتی کیهان به همین بازیکنان تیم ملی هم که داره بهش افتخار میکنه باز توهین کرده و گفته که اینها غیرت نداشتن که سرود نخوندن. کیهان نمیخواد بپذیره یا امثال اینها بدونن که چی شد که در واقع 6-2 ایران شکست خورد. دیدم آیه محمد جواد حقشناس فعال سیاسی در روزنامه ستاره صبح مصاحبه ای انجام داده بود و به همین مسئله فوتبال اشاره کرده بود و گفته بود که این بازیکن ها در شرایط بیروحیه ای در واقع وارد زمین شدند، چون شکاف دولت و ملت به قدری عمیق شده که یک دو قطبی در جامعه به وجود اومده. بازیکن ها بایستی تصمیم میگرفتند که میخوان سمت حکومت واستند یا سمت مردم و هر سمتی هم که میگرفتند عواقب سنگینی براشون داشت و در این دو قطبی که ایجاد شده بود اتفاقا مسئولان حکومتی آش رو هم شورتر کردن، چون با کارهایی که کردن مثلا دیداری که قبل از رفتن به قطر در دفتر رئیسی برگزار شد سمت و سوی این تیم ملی رو به سمت حکومت کاملا واضح نشون داد و همین باعث شد که فضا خیلی علیه تیم شکل بگیره. بنابراین به باور آقای حقشناس این بهره برداری‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود از تیم ملی فوتبال که باعث این فضا و بیروحیه شدن اعضای تیم شد. روزنامه اعتماد رو هم ببینیم که با تیتر پوچ واکنش نشون داده به بازی دیروز و گفته که این بازیکنان به هر حال این پوچی که منظورش هست مشت کیروش بوده، که میگه مشت کیروش باز شد دیدیم پوچه، یعنی اون تصوری که ساخته بود از این که میخواد این تیم رو به قهرمانی برسونه، به پیروزی برسونه، چیزی درش نبود. ضمن این که در تحلیل بازی هم اومده با یکی از اعضای سابق تیم ملی که در جام جهانی 96 بازی میکرد، آقای لطیفی، مصاحبه انجام داده و لطیفی گفته که این بازیکنان تیم ملی از این در واقع گرفتار این موضوع شدن که وسط بازی کارشون رو خراب کرد، یعنی نیومدن تصمیم بگیرن که میخوان کدوم سمت واستن، یعنی بین سمت مردم و حکومت نه اینوری بودن نه اونوری و همین باعث شد که کارشون خراب بشه و از دو طرف تحت فشار قرار بگیرن. اما در تیتر روزنامه اعتماد همینطور که میبینید موضوع مصاحبه‌ایه که پیرامون مسائل استان‌های غربی کشور انجام شده. روزنامه اعتماد تلاش کرده برای پوشش مباحث پیرانشهر، جوانرود، بره سراغ نمایندگان مجلس
و نماینده های این استان ها تا بالاخره حداقل اگر خود روزنامه نمیتونه گزارش مستقیمی از فضای این شهرها ارائه بده، از زبان نماینده های این شهرها بگه اونجا چه خبره. هیچ کدوم از نماینده های مهاباد، پیرانشهر، جوانرود به خبرنگار اعتماد پاسخ ندادن، تلفن هاشون رو جواب ندادن. با این همه بیگی نماینده تبریز مدعی شده این جبهه پایداریه که مانع میشه که هیچ بررسی از طرف نماینده های مجلس در واقع کمیسیون های ویژه صورت بگیره.